در 13 سال گذشته، حامد کرزی از یک شخصیت افغان در تبعید به یکی از شناخته شده ترین رهبران جهان مبدل شد. سفری که پر از فرازها و دستاوردها و نشیبها و خطرها بود. در آخرین روزهای ریاست جمهوریش، حامد کرزی در یک مصاحبه ویژه تودیعی با بخش جهانی بی بی سی به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی صحبت می کند. مانده شدین؟ حتما مانده شدم رئیس. شما هر روز در 13 سال گذشته این فاصله را پیاده آمدین. هر روز. اعظم زندگی رئیس جمهور کرزی و خانواده جوانش در چهار دیوار محوطه ارگ یا کاخ ریاست جمهوری افغانستان می گذرد. ملاله کوچک با چشمان خوابالود برای پدرش که به سوی کار روان است دست تکان می دهد. یک صبح کاری دیگر برای حامد کرزی. پای پیاده از خانه تا دفتر. در میان تدابیر شدید امنیتی در داخل محوطه به شدت محفوظ کاخ. سلام، جور بخیر. بخش اعظم امروز کاری صرف جلسه شورای امنیت می شود. معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع، مشاور امنیتی ملی و دیگر مقامات ارشد یکی یکی از راه می رسند. به همراه تعلیم و صحت و کار اصلی ارزیابی رخدادهای امنیتی است. در این مورد چگونگی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. پشت همی در صبح هر یک شنبه رئیس جمهور کشور مهمترین مسائل کشور با شورای امنیت ملی در میان میگذاره و مهمترین تصمیم در مورد سرنوشت کشور و امور بسیار مهم کشور در همی اتاق اتخاذ میشه. مهمترین تصمیم و احتمالاً مشکلترین ساعات کاری رئیس جمهور در همی شورای امنیت ملی سپری میشه. این ساعت دشوار کاری در اولین روز ورود حامد کرزی به کاخ ریاست جمهوری در دسامبر 2001 در برابر دوربین بی بی سی شروع شد. دشواری ها همچنان پابرجاست. هرچند وجهه کاخ ریاست جمهوری، اطرافیان حامد کرزی و شخص خود او به شدت تغییر کرده است. من و همکارم ایمل پسرلی از خود او در این مورد پرسیدیم. تجربه زیادتر شده، معلومات زیادتر شده، کشورهای جهان با تفکیک بسیار بهتر آن میشناسم که کی با ما چی کرد و کی راست بود کی ناراست بود. در داخل کشور زیادتر مردم رو میشناسم، زیادتر از افغانستان با خبر هستم، از مردم خود با خبر هستم، از مردم افغانستان با خبر هستم. پیشرفت های بسیار خوب در کشور شده، وجه کابل تغییر کرده، یک شهر بسیار بزرگ شده، شخص خود شما یک شهر تعلیم یافته ها شده، مردم زیادتر تعلیم یافته شدن. ما تغییر کردیم، گفتم به اساس تجربه که گرفتیم از 12 سال زیادتر عمیقتر وطنی شدیم. خب ریسفید هم شدیم، کسی که ریسفید شد زیادتر وطنی میشه و زیادتر به وطن خود دل بستگی پیدا میکنه. و گپ ها همیشه در رخ داده، در این خاک خود میباشم، در این وطن خود میباشم و همیجه با امرای مردم خود گزاره میکنیم. در دو سه دیدار با روزنامه‌نگارا شما مرتب گفتین که اگر تجربه 11 سال پیش امروز میداشتین ارجحیتهایتان فرق میکرد. چگونه فرق میکرد؟ در بعضی موارد روشم
با جهان غرب فرق میکرد. اگر تجربه امروز میداشتم 11 سال پیش روشم فرق میداشت. در مسائل اقتصادی مملکت بازار آزاده، به ترتیبی که وقت پذیرفتیم اگر می تجربه امروز میداشتم نمیپذیرفتم و بعضی مسائل دیگه. حامد کرزی با نیروی مالی و نظامی آمریکایی ها به ارگ رسید. او نازنه غرب و آمریکا بود و روابط شخصی دوستانه با جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا داشت و روابط از آن دوستانه تره با سفیر آمریکا در کابل که در هر گام او را همراهی میکرد. دست ذهنیت توشه بلخصوص پر نمره کلونه که لطاس سر در امریکا سفارت یا موازی حکومت ترلود، دوی بل جنگ سالاران سر خبری کبوله، دوی بل زین خلق سر کار درلود او تاس جلا حکومت بیر سخت نوه دردن؟ پا اولش پوک پا دینا پویدولو موش دوی پیسه که یو دیر نیک نیت لدی او موش هم دا نیک نیت درلودی تراغه چی پا کال دو درو که موش پا دیر مسائل پوسولو پا زین حقایق پوسولو بلی دا که دل او دا اوس دا پا خواه کسا دنو دا لیون مرکیش دا کسا مو ختم کرده او دا دی بلا نیسی کواره کوشش کهی خو کواره نیسی بلا زو مطمئن چاینده و کمت که بوم دی دا کوشش کهی خو بلا پا افغانستان که مجال نست ورده دا وطن بس ریشه پیدا کردی اداری او حکومتی او بهتر چنیش. پایان 2014 زمان خروج نیروهای رزمی آمریکا از افغانستان اعلام شد و چگونگی حمایت مستمر برای حفظ امنیت و ثبات شکنن این کشور با هموغم همه در داخل و خارج مبدل گشت. پیشنهاد آمریکایی‌ها امضای یک پیمان امنیتی دو جانبه بود که بر اساس آن قطعات معدود از نظامیان حمایتی آمریکا در افغانستان باقی می‌ماندند. فردا هم باز آمریکا تا خانه ما میره مردم بکشه؟ آیا اجازه میدیم؟ نمیدیم. در سال 2013 لوی جرگه مشورتی افغان‌ها که از سوی حامد کرزی دعوت شده بود با شماره از توصیه ها به امضای هرچی زودتر این پیمان مشوره داد. ایخ امضا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کردن ما میدانیم اول اینا ثابت اگر امضا نکنین ما خفه میشه میریم امضا کنین که مسئلت فیصله شود. اما حامد کرزی این سند را امضا نکرد. ولسمش کرزی به عراق که لبهرنی زوکون و لتگن وروسته دغه حالت راقی افغانستان که تاسو له امریکایانو سره امنیتي تړون امضا نه کړو فکر کوئ افغانان هم دغه ډول یوه ویره ولري چې څو کاله وروسته شاید دغسې یو څه وشي؟ په عراق کې د خارجي قواو د وتلو وروسته دا حالت نه دی راغلی. په عراق کې د خارجي قواو دا حالت راوستی، د هغو حملو دا حالت راوستی. په عراق کې یو ناست منظم حکومت چپه کوي، اردوی ور منحله کړه، ور ورکه کړه، موزیمونه ور لوټ کړه، جامعه سره وپاشله، جنگی پوشکی جوړ کړي، نتیجه یې دا ده. په دې کې عراق نه دی ملامت، په دې کې هغه قوتونه ملامت دي چې عراق ته ولاړل او عراق یې تر پښو لاندې کړي. به اعتمادی حامد کرزی نسبت به خارجی ها و اختلاف نظرهای او مخصوصاً با آمریکایی ها در اواخر سالهای 2000 روابط گرم پیشین را به سردی کشند. این تنش و سردی روز به روز بیشتر به چشم می آید و برای حامد کرزی حمایت آمریکایی ها دیگر به مداخله آمریکایی ها مبدل گشته است. حامد کرزی به این باور است که آمریکایی ها نمی خواستند او برای یک دور دوم بر ریاست جمهوری افغانستان برسد. ولی از کجا ناشی می شد این دشمنی، تقریبا می تانم دشمنی بگویم، دشمنی غربی ها با شما؟ نه با تمامش، زیادتر با آمریکا، مثلا با انگلستان اگرچه اختلاف نظر داشتیم ولی رابطه ما بسیار مؤدبانه بود و نام بسیار در تمام
ادب و اخلاقیات نیک با ما سلوک کردن انگلستان و حکومتش. فقط با امریکا بعضی وقتا لهجه شدید و سخت میشد. یکی چرا امریکا میخواست که من 2009 رئیس جمهور نشوم و مرا ناکام بسازن؟ دلائل بسیار زیاد داره. ما با امراشون اختلاف نظر داشتم و اونا ای توقع نداشتن که کسی در افغانستان رئیس جمهور باشه که با امراشون اختلاف نظر نشون بده. موارد اختلاف نظرم شما میدانین، حاجت به تکرارش نیست، بسیار مسائل بود، ولی ما میخواستیم که منفعت افغانستان حفظ شود و افغانستان مردمش محفوظ باشن، به طرف بهبود و آبادانی بره و جنگ تروریسم باشه، نه جنگ علیه مردم افغانستان. اونا اهداف دیگه داشتن در اینجا، در منطقه و در افغانستان. ما چیز دیگه میخواستیم. این به این معنی نبود که ما با امریکا در تضاد بودیم، نه هم هستیم با امریکا در تضاد. نه میخوایم مردم افغانستان که با امریکا در تضاد باشه، نه ما میخوایم با امریکا در تضاد باشم. مردم امریکا یک مردم بسیار با عزت هستند، بسیار خواریکش مردم هستن، به افغانستان کمک کردن. جایی که اونها به افغانستان کمک کردن ما تشکر میکنیم، جایی که از مساعدت اونها افغانستان بهتر شده میلیون بار تشکر میکنیم، تا ابد تشکر میکنیم. ولی جایی که افغانستان باید صدای خود داشته باشه، منفعت خود داشته باشه، اون منفعت به هیچ وجه حاضر نیستیم برای منفعت کسی دیگه و یا برای یک هدف نامعلوم زیر پای کنیم و یا نگذاریم که برآورده شود. که بیرته کور ته راشو، په 2004 کال کې چې مې کله انتخابات وګټل ما در سره مرکه کوله او تاسې راټول دا ور به کار اهلي کار ته سپارم. د افغانستان کونج کونج چې ولاړ سئ خلک دغه نقد کوي چې تاسې دا کار ونه کړ، څه ورته وایاست؟ ولې مو دا کار ونه کولی سوی؟ اهلي کار کابینې دي مطلب دي سي ګرده، یوازې کابینه نه، شاید ورلاندې هم یوه مقرري ده. د تعلیم یافته افرادو د کار دپاره بله مقرري ده، چې د هغه دپاره د مملکت مصلحت په نظر کې نیول سوي او د خاورې راټولېدل په مصلحت په نظر کې نیول سوي، او هغه د ټول دنیا په کابینو کې شته. تاسې نن د انګلستان کابینې ته ولاړ سئ، د انګلستان حکومت دا په نظر کې نشته. نن د امریکې کابینې ته وګورئ، دا په نظر په هند کې وګورئ، دا په نظر کې نیسئ. هغه یو سیاسي ضرورت دی د مملکت چې هر مملکت یې باید د خپلو ایجاباتو او شرایطو سره سم وکړي. هغه ما کړي دي بالکل، او هغه دغه دیشه افغانستان تر دغه ځایه پورا ورسېدی. در سال 2013 حامد کرزی از ساختمان جدید بی بی سی در لندن دیدار کرد. پل سمیت، طراح معروف لباس که در آنجا تصادفاً با او روبرو شد، یکی از کسانی بود که شیوه لباس پوشیدنش را تحسین کرد. ستاسو جامعه و ستاسو گورو چپنم در قرقل خلای موی کمیس و پردو اغنزی ما کلون پا خاطر و لسمشه مختلی دلی وی چه جامعه مبل دول و تاس در سیاست لا پارا و سیاسی و در جامعه او که فیشن؟ یا نه فیشن و نه سیاسی و پا خواهم پا جهات که ما وطنی جامعه اغسل چه پا جهات کم پا پیشوار کم خارج ته چې په ولاړم په سفر هلته به مې وایي چې اوسې پخوی به د هغو اوسې د هغو جامه اغوستلو چې رفت آمد و کار اسانه اوسېږي مجلسو ته اسانه ولاړ سم. کله چې ولاړم داخل ته د افغانستان د طالبانو په شپو کې خو د هغه مجامه وه، د هغه جامو سره د اورزګان د غرو سه بېرته راغلم کابل ته، نورې جامې راسره نه وې. نو راحت جامه ده، ښه جامه ده. او بیا د رئیس جمهور په توګه زما جامه باید چې د افغانستان انانه او رسم او د افغانستان د خلکو لباس وشي، او د خلکو لباس وشي، زموږ د خلکو لباس دی نو د هغه اغوندو. شما گفتین لباسایتان راحت است رئیس جمهور، هیچ راحتی دیگه داشتین در این 13 سال؟ تعطیلات داشتین؟ نه تعطیلات نداشتیم، رخصتی نداشتیم. به خاطر تفریح چی کار میکردین؟ روزای جمعه رو کار کردین؟ غربی ها با گالف میرفتن بازی میکنن، گالف بازی میکنن. شما مثلا به خاطر از اینکه یک چند لحظه بتونین به خودتان تفریح بتین چی کار کردین؟ در دفتر وسایل ورزش داشتیم. معمولا بعد از 3 بجه که خبرها و اخبارها و ناخدم میخوندم، باز طرف های 3:30 بجه میرفتم با ورزش،
یک و نیم ساعت، یک ساعت، یک و نیم ساعت، با ساعت پنج پس به کار حاضر میشدم. و وقتایی که روزای جمعه بعضی وقتا و پنجشنبه ها طرف های 3-4 بجه باز به قلم زدن میرفتم به داخل اولی خانه و یا در ساحه ارگ، امی ورزش مهمی بوده، تفریح مهمی بوده. برعلاوه قدم زدن بسیار سریع که شما معروف هستین بهش، صبح شام او را خود دفتر آمدن و پس رفتن بود. ولی اسمش هی پوخ که مو کوچنیان هم وزیر جدل سخت مصروف هم یاست. ما واقعی دل سه تاس پدی دیار سکالو که یوازی دو روز رخصتی کرده دا پاکت که دومر مصروفیت سراغ خبر کوچنیان تو تنگ ورور سیده سخت نده؟ وقت رو تو پیدا کو حتما ماشام ماشام چی بروزم دیش پو که وقت دیار لرم دیش پو که وقت کافی لرم و دا تقریبا نیمه دوی میشه کیرو چی شپار شپار جیم بجه بالا کار نبی نو وقتی کرد تلاشم ما وقت ماشام وقت رو سرتیار ولایسم جیمی پورازم تا وقت رو سرلرم دیش خوان کی بعد از ختم ماموریتتان برزی که میرویس جان ملال جان و نازو جان زندگی بهتر از برادران و خواهرتان داشته باشن به چه کارهای خواهیم پرداخت؟ خب در وطن خود امیدوار هستم تعلیم کنن که میرویس جان در وطن خود تعلیم شروع کرد و دخترام در وطن خود تعلیم یافته شون امینجا باشن. چیزی که جهان مرفه و پیشرفته به اولاد خود داره کوشش ما ای باید باشه که امی اولادای افغانستان همشان در داخل خاک خودمو وسایل به دست بیارن و در خاک خود هم تعلیم یافته شون و هم آسوده باشن و هم زندگی بهتر بر فرداهای ما که نواسه ها و کواسه های ماست بر روزنا بگذارن. البته بر تعلیم زمانی که سنشان بالاتر شد و ضرورت به تعلیم بیرون بود به تمامانا کوشش میکنیم زمین ساز تعلیم به اونجا برشان شام مثل هر اولادی دیگه افغانستان کوشش به باشه که اولادهای ما تعلیم یافته شود و اولادهای تمام فرزندهای خاک تعلیم یافته شود. شما میدونین که کلمه به کلمه تان مردم گوش میکنن و شما گفتین میرویس جان و دخترها. بله. چی باعث شد که نام دخترها رو نبرین؟ میرویس یکی بود، دخترها دوتا بودن و به این خاطر گفتم دخترها، ملاله جان و نازو جان. تشکر، بهتر شد. مسئله تأمین حقوق زنان یکی از مسائل اصلی در افغانستان است. زنان افغان در یک دهه گذشته در مقایسه با دوران طالبان دستاوردهای زیادی داشتند. میلیون ها دختر به مکتب برگشتند. زنان در پارلمان کشور حضور چشمگیر دارند. هرچند قوانین بسود زنان به تصویب رسیده، اما سنت ها هنوز هم دست و پاگیر است و حامد کرزی به خاطر مبارزه ناکافی با این سنت ها انتقاد می شود. ول اسمش رو تاسه ده دو لونو پلاری است. زم دیوی لور پلاریم. با وانسان که درش رو ده حقن پیش که دیر خبری کرد. فکر که ویسه وطن با پراتلو کشلو کالو کی دیوی ول اسمش ری خوانتی تو دسری پزای با یوشا زم زمرو واکمن است. اصول خیمنی قانون خیمنی جامعه ام درش رو گدون به سیاست و اقتصاد که پدرم آمانا من لیدی دا حقیقت او منیه ارزو مداد چې ورزی تو ورسی روش دا افغانستان یو مرمن په افغانستان کې جمهوری ریاست تو ورسی دا چې دا ورځ بس څو خرزی شل کال بعد برزی که بجیر کال بعد رزی که پترغه جر رزی اغه نو د تصور خبره ده خو هیله مداد چې جر ورسی. ولی هم تو شما گفتین اصول است، قوانین است، ولی بسیار از خانم‌ها ادعا میکنن که در افغانستان قوانین برای مردها نرم میشه و تغییر میکنه ولی خانم‌ها مجبور هستن برای قوانین خود تغییر بدن. خب جامعه ما یک جامعه است که از بسیار مشکلات به بیرون آمده. رسم و رواج های هم در کشور خود داریم مثل که دیگر کشورها دارن، ولی چیزی که در افغانستان در 10 سال گذشته بود باور نکردنی است، خصوصا در مورد زنها و حقوق زنها و پیشرفت زنها در تمام ساحات زندگی. ای قابل خوشی است بر ما و قابل فخر است به افغانستان، ولی کافی نیست. باید بسیار بهتر شو، باید بسیار بسیار بهتر شو و چندین مرتبه بهتر شو که به مو جامعه دلخواه برسیم. و او جامعه دلخواه هم در امور
رسیدن زنهای کشور به تمام آرزوهایشان در زندگی است و هم رسیدن تمام جامعه زن و مرد به زندگی بهتر و کشور آبادتر است. و خواهیم رسید به روزی که بانوی اول کشور ما همگام با رئیس جمهور کشور سفر کنه و در فعالیت های سیاسی سفر بگیره؟ شرانی داشتیم، شما دوران الازرت بیاد دارین؟ داشتیم ولی عقب رفتیم آقای کرزایی. حالات آمد، اما طور حالات سر ما آمد متاسفانه که ما را به جلو نماند بلکه به عقب برد، ولی ای یک حالت غیر عادی بود و یک حالت تحمیلی بر جامعه ما بود که باعث رنج و درد به ملت افغانستان شد. هزارها بلکه صدها هزار مردم ما بیچاره شدن، مهاجر شدیم، به میلیون ها خانه های خود دست دادیم. حال زندگی را پس شروع کردیم سر از نو به طرف آبادانی و خوبی و ترقی. ارگ دیر تا قید غندش کری، زندان غندش کری، جوی ولس مشر لدید باندی و تلای نسی، چه دول تاسی پتاق دول قید حالت کی لولس خبری جوی لولس سر مچنگ تماس دی؟ ولس رخ تماس روز مراو پدی تیرو درلس کاری که په هفته کې حداقل دوه درې ځلې ګای ورځ ګای همداسې راغلی چې هره ورځ د خلکو سره مجلسونه وه. دا د مجلسو تعداد او ورځ چې ونیسي دا په لکاو هغه خلک وو چې وسې رسېدو سي تر تاسو پورې راورسېږي. هر رقم خلک راتلی شي؟ نه نه، داسې نه ده. په دې زه پوهم چې هر رقم خلک راتلی شي، ډول ډول انسانان راغلي دي. یو دوکاندار او یو مستري هم درته راغلي؟ بالکل، په افغانستان هر سړی هر وخت راغلی دی. یو ناجوړ جوړ د کار خاوندان، څوک چې بیکار او وطني مشران، سپین ږیري، علما، بختور نو د سره ولید ازادي وه کامله، یعنی رسیدګي اسانه. در سالهای اول پس از سقوط طالبان حامد کرزی خود به دیدار مردم میرفت، اما به زودی حوادث اتفاق افتاد که رئیس جمهور را مجبور به ارگ نشینی کرد. یکی از این حوادث حمله به کاروان حامل او در قندهار در سال 2002 بود. این لحظات حساس را دوربین بی بی سی ضبط کرده است. در سالهای بعدی مسئله تأمین امنیت رئیس جمهور به شدت جدی شد و نیروهای آمریکایی که از روز اول محافظت او را به عهده داشتند کنترل کامل را به دست گرفتند. آورنو ز خود رزم چرا بر در سر وکم دامیه چند میره پیشید دو خود راست با. ما میخواستم بپرسم که بعد از این وقتی شما ماموریتتان تمام میشه چقدر خود مسئول احساس میکنین؟ در 13 سال گذشته موارد بسیار از سوی قصد علیه جان شما را میشه حساب کرد. شما برادرتان از دست دادین. من یادم از وقت اولین بار در قندهار علیه شما سوی قصد انجام شد. بعد از این چقدر میتونین احساس آرامش بکنین؟ در حال حاضر تا به کمپاوند بیرونی یا تا محوطه بیرونی ارگ من میدانم که یک پروتکل دیگه وجود داره برای بیرون رفتن شما. مسئولیت شخصی و فردی یک مشکل تمام مردم افغانستان است. تنها از من نیست، تنها برادر ما کشته نشده، برادر بسیاری مردم افغانستان کشته شده. تنها ما بیرو که میریم احساس خطر نمی کنم. هر فردی از جامعه افغانستان که بیرو میره به انتظار بم و حمله، انتحار و حادثات ناگوار می باشه. متاسفانه به همین دلیل تأکید ما بر صلح بوده که صلح من بیاره. تا جایی که جامعه ما به خطر مواجه است، زندگی ما به خطر مواجه است، زندگی ما زیادتر از جامعه ما خطر نداره. به صفت رئیس جمهور افغانستان البته نگاه کردن رئیس جمهور یک گپ دیگه است، یک مسئله علایده است که بر نظام دولتی مهم و حیاتی است. او را تنظیم بشه به شکل دیگه میکنن، ولی فردا که باز رئیس جمهور نباشم طبیعی است که ترتیبات دولتی بر ما و می حدی که امروز است نمی باشه، می باشه، ولی به حدی که فعلا است نمی باشه و باید کمتر شو. فقط می خواهیم یک راز عدم موفقیتتان در آوردن آنچه که می خواستین بیارین به افغانستان بگوین. در صلح، در آوردن صلح دائمی به افغانستان مشکل بزرگ مایی بوده که آوردن صلح
متاسفانه تا امروز به دست مردم افغانستان نیست. نه طالب اختیار داره آوردن صلح هستن متاسفانه، نه دولت افغانستان به تنهایی خود. دست های خارجی در اینجا بازی بزرگ را برا انداختن و دست های خارجی که بدون همکاری اونها نمیتوان به افغانستان صلح آورد، امریکا و پاکستان هستن. امیدوار هستم که حالات که حال سر پاکستان آمده پاکستان به این آورده باشه، به این فکر آورده باشه، به این نتیجه رسانده باشه که بهتر است تا با افغانستان همکار شون و افغانستان هم صاحب صلح شون تا اونها هم صاحب صلح شون. یک روز کاری به پایان میرسد و یک دور ماموریت در حال پایان یافتن است. حامد کرزی مشغول نوشتن پیام های خداحافظی و امتنان عنوانی رهبران جهان. روز آخر که بخیر میشه اول آگست، بله؟ از ماه ما چندم میشه؟ نه اول آگست، دوم آگست خود مراسم تعلیف است. اول آگست باید که میز پاک کنیم. دوم اسد، دوم اسد دیگه ببینیم که چی رو ببریم. او عکس میرویس و منارای میبرم، یکس میرویس میبرم، عکس حضور رو میبرم، این کتاب ها کلش از ماست، اینا بعضش از قدیم هستن، بعضشان نوردیم، ولی این کتاب ها رو همینجا میمانیم، اونا رو که ما آوردیم میمانیم، تسلیم رئیس جمهور نامه کنش بند. رئیس جمهور کرزی همچنین کشور را به میراث میماند با آینده نچندان روشن. با وجود تغییرات فراوان، هنوز هم خشونت، بی‌ثباتی و فساد بیداد می کند و کارهای زیاده باید انجام شود. بریم بخیر. بریم Thank you.